به نام داراترین دارایان، سعید جویزاده هستم از مؤسسه چشمانداز شیراز. امیدوارم در جای کلی خاکی کسی چاد و پیروز و سربلند باشید. به اعتقاد ما بدون تحلیل دادهای مکان تصمیم گیری نکنید. به وبسایت ما سر بزنید gsm.org و در عضویت رایگان عضو بشید و از کارگاه ما بهره ببرید. با شماره 0938 225 274 با ما در ارتباط باشید. با مجموعه آموزشی استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبریز در خدمت شما هستیم. خب مراحلی رو دنبال کردیم، آخرین گام رسیدیم به این که ما شبکه آبراه ها رو استخراج کنیم با یک تابع شرطی. بعد قصد داریم که بیایم به رده بندی رودخونه ها بپردازیم و بعد اونا رو رده بندی کنیم. البته رده بندی که سیستم آرکمپ یا سیستم جی اس این ما اینجا انجام میده با استفاده روش استرالره که یک روش بسیار معروفه که میاد از اون سرشاخه عدد یک بهش میده، دو تا سرشاخه بعد جمع میشن دو و الی آخر تا رده پنجم. پس رده بندی رو بر اساس روش استلاری انجام میده. برای اینکه من به رده بندی رودخونه انجام بپردازم، وارد آرتول واش هایدرولوژی میشم و بر روی استریم اوردر دبل کلیک میکنم. وقتی که استریم اوردر باز شد، اینجا دو تا لایه از من میخواد، یکی اون آخرین شبکه آبراها که استخراج شد و یکم فلود دایرکشن که قبلا ما اینو محاسبه کردیم. و این دو تا که بهش اضافه کردیم، برای اوکی کلیک میکنیم و بعد به صورت خیلی زیبا و خیلی حرفه‌ای رده‌بندی رودخونه انجام میشه و میاد به هر کدوم از اینا یه رده اختصاص میده، رودخانه رده 1، رده 2، رده 3 و الی آخر تا رده 5 که حالا مشکی رده 1 هستن، آبی رده 2 هستن و رودخانه اصلی ما عدد 5 بهش اختصاص داده شده. برای اینکه شما بتونید از این لایه استفاده کنید، باید این رو تبدیل به یک لایه شیفال کنید، تبدیل به یک لایه وکتوری کنید از نوع خطی. برای چنین کاری شما از دو راه میتونید دست به چنین کاری بزنید. یکی خود توی هایدرولوژی دستوری داریم به نام استریم تو فیچر، که استریم تو فیچر یعنی رودخونه رو تبدیل به یک فیچر کنید، دبل کلیک میکنید و شبکه آب رده بندی آبراها رو به اون وارد میکنید و بعد یک فلو دایرکشن میخواد، فلو دایرکشن هم وارد این قسمت میکنید و بعد که این کار انجام دادید بهش میگید نمیخوام ساده سازی انجام بشه و بعد اوکی میکنید و بعد این تبدیل به یک لایه شیفال میشه. خب گام بعدی که شما میتونید استفاده کنید، خب این لایه شیفال ما هست که تبدیل به، یعنی در واقع اون لایه رستری ما تبدیل به یک لایه وکتوری شد، یک لاین شد که رودخانه ها و شبکه آبراهی ما را نشون میده. یه دستور دیگه شما میتونید انجام بدید اینه که بعد از که حالا شما اومدید رودخونه ها رو انجام دادید، خواستید اینو تبدیل به لایه وکتوری کنید، حالا من رده بندی ها رو میارم، اینه که شما به قسمت کانویشن تولز برید، یعنی توی آر تول باکس به قسمت کانویشن تولز برید و در اونجا برای فرام رستر کلیک کنید و سپس برای رستر تو پولی لاین کلیک کنید و بعد دوباره همون رده بندی رودخونه ها رو قرار بدید و بعد اوکی کنید. اینجا فلو دایرکشن از شما نمیخواد و مستقیما شما اینو تبدیل به یک لایه شیفال میکنید که اینجا میتونید ببینید. خب بعد از اینکه لایه شیفال تولید شد، شما باید اونو سیمبولوژی کنید و بعد رودخانه اصلی رو انتخاب کنید و اونو استخراج کنید که در فیلم بعدی به شما یاد خواهم داد.